از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای فراغت، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای فراغت، مشکل معیشتی اصناف مختلف از جمله پرستاران در ایران به مرحله بحرانی رسیده. دلیل این بحران ها چیه و آیا دولت جدید امکان حل این بحران ها را دارد یا خیر؟ بفرمایید. درود و ادب و احترام. دلایل بحران سیاست‌های اشتباه است، عدم بیکفایتی و عدم کارآمدی مسئولان، عدم و درک شناخت اولویت‌ها و همچنین خواست و مطالبات صنوف مختلف، ایدئولوژیزایی شدن ادبیات مملکت داری در مملکتمون شده، در کشورمون شده، که همه اینا منجر به اقتصاد ضعیف شده. دولت هم توان افزایش حقوق رو نداره و بیتوجهی به پرستاران هم سلامت کشور رو به مخاطر انداخته. پرستاری که 15-16 میلیون حقوق میگیره چطور میتونه با 10 میلیونی که به اجاره مسکن میپردازه با 3-4 میلیون میتونه زندگی کنه؟ اینها بسیار آزاردهنده شده برای پرستاران و دیگر اصنافی که در مثل کارگران در کشورمون، و متاسفانه مسئولان هم توجهی نمی کنن و این بحران ها داره ریشه عمیق‌تری میگیره و دولت جدید هم به نظرم آقای پزشکیان اگر بخواد این مشکلات رو حل کنه باید تغییر اساسی در سیاست های خرد و کلان رو بده. در غیر این صورت هیچ اتفاقی رو نمیتونه رقم بزنه و ایشون هم بارها در صحبت هاشون گفته من میخوام منویات رهبری رو پیش ببرم و همچنین برنامه هفتم رو ادامه بدم. امیدوارم تجدید نظر کنه در برنامه‌اش. اگر از مسئولان جمهوری اسلامی سوال کنید که تنش‌های پرستاران در کشور چیه، باور کنید خیلی‌هاشون نمیتونن بگن. شما در ایام کرونا چه قشری در صفه خط مقدم بود؟ قشر پرستار. کدوم پزشکی میتونه بدون پرستار کار انجام بده و یه بیمار رو درمان کنه؟ بنابراین پرستاران بهشون ظلم گزافی شده در جمهوری اسلامی. امیدوارم مسئولان تدابیر جدیدی بیاندیشن و برن وارد نظم جدید بین المللی شن و مثل کشورهای ببینن کشورهای توسعه یافته چیکار دارن میکنن با این قشر و اونا هم همین کار رو انجام بدن. در غیر این صورت آب در هاون میکوبن و هیچ مشکلی رو از و گره ای رو از مشکلات پرستاران و کارگران برطرف نخواهند کرد. بله، با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این خبر دعوت ما رو پذیرفتند.